اولین ویدیو کوکن تاک ما خوش اومدید. گلایتی خونه شروع شد. ما این ویدیو رو از یه دونه یوتیوبر یاد گرفتیم که همزمان با آشپزیشون صحبت هم میکنن در مورد موضوعات مختلف. میخواستیم ما هم یه امتحان بکنیم و شما رو با اولین کوکن تاک خودمون دعوت میکنیم و همزمان میخواییم در مورد مسافرت صحبت بکنیم. اولش بگم چی درست میکنم؟ بله بفرمایید، خواهش میکنم. منم کارم انجام میدم. مطمئن نیستم اسم پنیر رو درست میگم یا نه. اسمش کامنبرت هست و ما اولین بار تو فرانسه امتحان کرده بودیم. خیلی خوشمون اومده بود، گفتیم یه بارم تو خونه درست کنیم ببینیم که میتونیم مثلا تو خونه مثلا همونی که تو رستوران خورده بودیم و درست کنیم یا نه. بعد بریم راجع به مسافرت حرف بزنیم، راجع به این که اولش اصلا دوست دارم راجع به این فرهنگی که داماکیا دارن و مثلا از اول سال تا آخر سالشون رو برنامه ریزی کردن مسافرتاش رو میدونن، این راجع به این حرف بزنیم. اولش خیلی عجیب بود واسه اون که چجوری میتونن یه برنامه ریزی سفر داشته باشن واسه 6 ماه بعد مثلا یا مثلا یه سال بعد حتی بعضی وقتا، و خیلی عجیب بود واسه اون. بعد حالا بماند که داستان مثلا من بیام تو کادر بایستم داستان چقدر سیرش بده، مثلا پوستش کنده نمیشه. خلاصه بماند که داستان هفته هاشون جداست، مثلا یه هفته 30، هفته 40، 35 اینا خودت پیچیده میکنه داستان رو. بعد خب توضیح بده، خب مثلا اینجا هفته ها یعنی سال که شروع میشه هفته اول میشه هفته شماره 1، بعد همینجوری هفته ها شماره دارن. مثلا وقتی میخواین قرار بذارین بعضی وقتا میگن که مثلا هفته فلان من وقت دارم و تو باید بدونی که اون هفته فلان چه تاریخیه. خب دیگه فکر میکردم رو چیز مشخص بسن نه چیز مشخص نه. نیست آخه، فکر نکنم خیلی جایی نیست. بعد خلاصه ما الان برنامه میخوام بریزیم، الان در مورد خودمون صحبت بکنیم. اول اینا بگم که تعطیلاتشون هم اکثرا به خاطر چون بچه دارن، اونایی که بچه دارن البته مثل ایران بسته به چیزه تعطیلات بچه هاشون. بعد یه دونه آگوست اشتباه نکنم جولای. یه دونه ببخشید سامافیای جولای، جولای ببخشید، یکی جولای اون یکی وینتافیایشون که تعطیل سمستونیشون. بذار از اول بگیم، یه دونه توی فوریه دارن که وینتافیای هست، یه دونه ایستر رو دارن که بچه ها چند روز تعطیلن توی ایستر، بعد یه دونه هم افتاوسفیایه دارن، بعد یه دونه هم سامافیایه دارن. کلا فقط تو مسافرت هست. البته فکر نمی‌کنم به اندازه ایران تعطیلات داشته تعطیلی داشته باشن، چون مثلا سال نو و کریسمس و اینا زیاد تعطیلیشون زیاد نیست، هست کلا 3-4 روزه. ایران 2 هفته است. مدرسه ها بیشتر تعطیلن تا مدرسه ها تعطیلاتشون با ما فرق داره، با ماهایی که میریم سر کار. خلاصه حالا اینم از بریم مسافرت خودمون. آره اصلا بگیم که چجوری برنامه ریزی میکنیم ما. حالا دو مدل مسافرت میتونیم برین، اینجا هم مثل ایران همشو نبرنونا اینجا هم ببخشید اینجا هم مثل ایران میتونید با تورهای مسافرتی، مثلا تور حالت پکیج داره، پرواز و هتل میدن، اونجوری میتونیم برین. بعضی توری که چیز داشته باشه مثلا فقط مال تعطیلات زمستانی من دیدم، مثلا با هم دیگه چی میگم اتوبوس جمع شن با هم دیگه برن، یا آره من دیگه نمیدونم اتوبوس جمع شن، ولی خب هتل تو رو میگیرن، پرواز تو رو میگیرن دیگه، با اون میگن تور دیگه. منظور حالت پکیج. آره اوکی. و بعضی وبسایت ها هستش که شما میتونید مسافرت لحظه آخری بگیرید ازشون، و این مسافرت های لحظه آخری خیلی ارزونن، ولی خب خیلی فلکسیبیلیتیش خیلی کمه دیگه. حالا لحظه آخری کدوم رو منظورته؟ مثلا یه وبسایت هایی هست، حالا میگم زیر همین ویدیو مینویسی، بعد شما میرین اونجا مینویسه که مثلا از فلان وقت تا فلان وقت یه هفته، و معمولاً هم تو همین هتل های مثلا اسپانیا و یونان و اینا و هتل آره جاهای دیدن توریستیه. آره نه بیشتر جاهای ساحلیه اینجوری بگیم. خب همون توریستی میشه دیگه، هتل های ساحلی مثلا. آره همون یه حالت آره. توریستی میشه. یه حالتش اینه که شما میتونید
از این تورا بگیرید. یه حالت دیگه اینه که شما خودتون میتونید برنامه ریزی کنید، مثلا خودتون میتونید دنبال پرواز بگردید و هتل هم از booking.com یا هر وبسایت دیگه ای میتونید هتل رو پیدا کنید. و خب پروازم، پروازهای رایان ایر، رایان ایر یه قسمتی داره به نام فیر فاندر. البته اون رو فکر کنم که یه ویدیو گذاشته بودم. حالا دوباره میذارم. بله. بعد شما میتونید از اونجا پروازهای خیلی ارزون پیدا کنید برای مقصدهای مشخص. دیگه نمیتونید مقصد خودتون انتخاب کنید. و خب معمولا مقصدهاش جاهای خوبی هست. مثلا از خود بیلوند به میلان پرواز هست، به روم پرواز هست، به جاهای قشنگی یعنی ایتالیا پرواز هست. و به نظرم کسی که میخواد مسافرت رو شروع کنه، ایتالیا خیلی گزینه خوبیه. هم قیمتاش مناسبه، خیلی خوشگله. من چیز مقصد مورد علاقه منه، خیلی خوبه. جاهای دیدنی خیلی خوبی داره، مخصوصا جاهای باستانی و قدیمی خیلی خوبی داره. موزه داره، خیلی قوی داره. ساحلای خوشگل داره. ساحل خوشگل که تا الان جایی که من تا الان رفتم که مثلا حالت لوکسی هم داشته باشه، یه خورده مدل ساحلش هم فرق بکنه بر اساس خیلی ممنون بر اساس مدل چی میگن ساحلش، از بابت متریالش مثل شنوماسه و سنگی و این حرفا، بلژیک بود. اگه گفتی اسمش کنوکه بود درسته؟ نزدیک مرز بین توی بلژیک، نزدیک مرز هلند، که یکی از دوستان و آشناهای ما که توی هلند بودن اونجا رو ما معرفی کردن. دو تا شهر بود، یکیش اسمش بروخه بود، یکیش اسمش کنوکه بود. بعد به نظر من ساحلش تا الان بین شهرهای ساحلی که ما رفتیم بهترین ساحل رو داشت. یه دونه اما توی لولند یکی از دوستامون ما رو برد، اونم خیلی خوب بود و اون رو هم پیشنهاد میکنم. مسافرت داخل، حالا داخل دانمارک هم باید بریم بعدش، اول حالا خارج رو میخواستم بگم. مسافرت داخل دانمارک معمولا شما اگه بخواید برید هتل بگیرید توی دانمارک، توی شهری بمونید، معمولا گرونه. یعنی گرونتر از اینه که شما تو ایتالیا یه شب هتل بگیرید بمونید. به خاطر همین به نظر من اول بهتر که مثلا، و واقعا اون حس و حال همه شهرهای دانمارک تقریبا یکیه. شما اصلا احساس میکنید که وای مثلا چه مسافرتی بود چقدر، ولی وقتی میرید ایتالیا یا مثلا اسپانیا کاملا حس حالتون عوض میشه. ولی اسپاهای خیلی خوبی داره دانمارک، نه؟ آره، ولی خب گرونتر از، خیلی گرونتر از ایتالیا یا مثلا اسپانیا و همه جا، گرونتر از حتی آلمانه. ما البته طبیعت دانمارک، جاهای طبیعیشو زیاد نرفتیم. رفتیم ببین جاهای منظور فریشو یکیه. میدونی چی میگم؟ تو هیچ وقت نمیگی که من رفتم دانمارک و احساس بکنی که رفتی مثلا یه مسافرت. فکرم داری اشتباه میزنی. اشتباه میزنی باید بچرخونی. درست میزدم خب، نصفه میشه. اینجوری اینجوری میکرد. خلاص شما صحبت کن، من آشپزی شده. بعد مسافرت های داخل دانمارک رو بگیم که حالا با یکی از بهترین پیشنهادهایی که بهترین مسافرت هایی که ما داشتیم داخل دانمارک این بود که دوچرخمون رو گذاشتیم تو قطار و Airbnb گرفتیم. یه دونه Airbnb گرفتیم تو یکی از شهرها، اودنسه بود و یه دونه هتل گرفتیم تو یکی از شهرهای دیگه. حالا اونم آغوست بود، و خب حالا مثلا میتونید ببینید ما مثلا تو اودنسه Airbnb گرفتیم که هزینه‌مون پایین‌تر باشه، چون هتلی که تو آغوست مثلا دیده بودیم خیلی خوشمون اومده بود، دوست داشتیم بریم اونجا بمونیم. یعنی میتونید اینجوری مثلا مسافرتتون رو به قول مثلا به یه حد تعادل برسونید از بابت قیمت، از بابت آره هزینه. و ما با قطار رفتیم و داخل اون شهرها رو، هر دو تا شهر رو با قطار گشتیم و این یکی از بهترین مسافرتامون بود، چون کل شهر رو دیدیم. داخل شهر رو با دو شهر رفتیم. آره، دو شهرها رو سوار قطار کردیم، یه هزینه 100 کرونی دادیم. هزینه ثابتی داره واسه دو چرخه، میتونید سوار قطار بکنید، بلیت واسه خودتون میگیرین، یه دونه هم بلیت میگیریم واسه یه دوچرخه‌تون. بعد ما هم دوچرخه‌مون برقی بود، با دو سه تا بسکت گرفتیم، دو سه تا از این سربدا گرفتیم که بتونیم وسایلمون هم بذاریم توش.
حالا میتونیم مثلا آدم کوله پشتی هم ببره دیگه. کوله پشتی بردین، بعد وسایلمون هم زیاد بردین دیگه، وسایل چمدون کوچیکم طورم گذاشتیم، سوار دوچرخه کردیم و رفتیم. خیلی خوش گذشت، یکی از بهترین مسافرتمون بود و در این حال زیاد هم خرج نکردیم، یعنی با توجه به هزینه‌های گرون توی دانمارک هم زیاد هزینه بردار نبود این مسافرتمون. خیلی خوش گذشت. حتما اگه اهل دوچرخه هستین، دوچرخه و دوچرخه سواری هستین، میخواین شهر رو خوب بگردین، بهترین آپشن دوچرخه است، چون نه مشکل جا پارک دارین، به همه جا دسترسی داره، توی دانمارک رو دارم میگم، بعد هزینه بردار نیست، نسبت به ماشین پول بنزین و اینا نمیدین. تنها قسمت هزینه برداشت از بابت ترانسپورت اینه که خب طبیعتاً قیمت چیزو میدین، قطار رو میدین، که میتونین اونم اگه مثلا بیشتر از دو هفته قبل رزرو بکنین، اورنج بگیرین که خیلی قیمتش خیلی پایین تر میشه. درست. بعد خیلی به صرفه و خیلی 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 خوش میگذره. این پیشنهاد من به شماست، اگه دوست دارین توی دانمارک بریم مسافر، خیلی حال میده. حالا اگر بخواین بمونین، حالا این تو دانمارک نیست، برای هتل بوکینگ هستش که میتونین هتل رزرو کنید، میتونید هاستل رزرو کنین، میتونید ایر بی ام بی بگیرید، و یه گزینه دیگه هم هستش که کاوچ سرفینگ، و اون کلا رایگانه. من کارو تام بکنم. کاوچ سرفینگ داستانش این شکلیه که شما اون میذارید توی فبریه. کاوچ سرفینگ داستانش این شکلیه که یه اپلیکیشنیه، کاوچ سرفینگ، اونم حالا توی ویدیو میذارم چیزشو. یه اپلیکیشن، یه سایت، یه ویب سایتیه که شما رایگان ثبت نام میکنین، رایگان میرین خونه یه نفر، خودتون هم هاست میشین در واقع، یا میزبان میشین، هم میزبان میشین هم میتونین مسافر بشین واسه یه نفر دیگه. ولی خب بایستی اون میزبانی که قرار شما رو بپذیره تو اون تایم قبول بکنه که میزبان شما باشه. داستان شکلی که شما مثلا میخواین بریم اسپانیا مادرید، اسپانیا بارسلونا، خب توی بارسلونا میریم دنبال میزبان میگردین، یا به صورت نامه سرگشاده توی سایت مینویسیم من از این تاریخ تا این تاریخ قراره بیام مثلا بارسلونا، آیا کسی من رو قبول میکنه یا نمیکنه. اکثرا هم دو هفته زودتر جواب نمیدن، یعنی بایستی حد اکثر دو هفته فاصله داشته باشه تا زمان مسافرت شما، قبل تر از اون بخواین اقدام بکنین بنویسین احتمال زیاد رد بکنن. یه ذره سخته ولی چون رایگانه. آره چون رایگانه. آره. سخته. ولی خب بوکینگ مثلا میتونید، حالا به خاطر اینکه از چون مثلا اگه ساب کنید مثلا یه هفته مونده هتل بگیرید، ایر بی ام بی بگیرید، شاید یه ذره گرانتر باشه. من اینو پیشنهاد میکنم که مثلا یه هتل یا یه ایر بی ام بی بگیرید که کنسل شدنش مثلا فری کنسلشن داشته باشه. نداره. بوکینگ داره. بوکینگ داره. یه مثلا آدم میتونه یه هتل بگیره که فری کنسلشن داشته باشه، و اگر تونستی توی دقیقاً میخواستم همینو بگم دیگه. قرار شما کاوچ سرفینگ رو که همزمان اقدام میکنیم، مثلا دو هفته مونده به چیز چی میگن مسافرتتون احتمال اینکه اصلا میزبان پیدا نشه شما رو قبول بکنه هست. واسه همین به قول سارا بهتره که یه آپشن دوم داشته باشین و خیلی قبلتر یه هتلی، ایر بی ام بی، هر چیزی که امکان است کنسل کردن داشته باشه بگیرین با یه هزینه خوب، که اگر یه لحظه نشد هم شما هزینه خیلی زیادی ندید. منظور یه هتلی که اگر نتونستین میزبان هم پیدا کنین هتلتون بتونه باشه. آره. آره. بعد یعنی پلن دومتون بتون باشه، شما اون هتل رو بگیرین، ولی گفتم با این حالت که قابلیت کنسل کردن چون اگه خیلی دیر هتل بگیرین گرونتر میشه. آره. بعد هتل رو بگیرین، دنبال کاوچ سرفینگ برین، اگر نشد خب میرین سراغ هتلتون. اینجوری خیلی به صرفه. ما فعلا برنامه‌مون توی تابستون اسپانیا و ایتالیاست، ولی اگه این ویدیو رو می‌بینیم و جایی توی این دوتا کشوری که گفتیم جایی رو میشناسیم و مقصد هیجان‌انگیز، آره مقصد هیجان انگیزی داریم، از اینجا میخوام بهتون بگم گلای تو خونه آشنایی دارم. اگر یه مقصد خوبی که شما خودتون تجربه کردین دارین، لطفاً حتما کامنت کنین که ما در نظر داشته باشیم و بگین دقیقاً کجا چجوری که ما بتونیم خیلی
اسپسیفیک اونجا رو بگردیم و بریم سراغش. خیلی ممنون تا اینجا با ما بودیم، بعدش بریم و ببینیم غذا چه شکلی میشه، نتیجه کارو نشون بده. حتما.